سلام و عرض ادب دارم به همراهان همیشگی جلسه عبادتی آلفا اومگا خدا رو شکر این پرستش عالی وقتی که هر بار کلام خدا رو میشنویم عزیزان وقتی که کلام خدا رو در رازگاه های خودمون میخونیم انگار یه جوری بر اون ذهن سنگی ما حک میشه ولی از اونجایی که در دنیا هستیم مشغولیت ها، ترس ها، نگرانی ها تمام چیزهایی که در دنیا به دست و پای ما می‌چسبه مثل یک گرد و خاک رو اون صفحه سنگی ذهنمون که کلمات خدا، کلام خیاد بخش خدا حک شده این گرت و خاک، خاک و خاک، خاشاک میشینه، پر میکنه، محو میکنه تمام آن چیزی رو که برای ما حیات ایجاد کرده ولی هر بار انسان هر بار که خودمون رو در معرض کلام خدا قرار میدیم یا کلام خدا رو میخونیم در هر وضعیتی که هستیم گار، یک بادی به وسیله روح القدس میوزه و تمام این خار و خاشاک رو کنار میزنه و دوباره یک درک و مفهوم تازه ای از کلام خدا به ما بخشه آمین هرچند مطمئن هستم در این پرستش فوق العاده عالی باد روح القدس وزیده اگه اینجا نگرانی هست ترس بوده با خستگی ها اومدین با افکاری که ذهنی که خسته است پر از تردد های منفی ایمان دارم این پرستش عالی مثل یک بادی بود که از طرف روح القدس وزیده و انتظار بزرگی داریم که امروز هر کی که گوش داره کلام خدا رو بشنوه چون ما خیلی چیزا میشنویم ولی فقط بعضی چیزا رو که علاقه مندیم گوش میکنیم و همون چیزایی که گوش میکنیم برای زندگی ما حیات میشه آمین که امروز اینطور باشه اینطور جایی شنیدم که در شهر لس آنجلس یه زمانی یک ابر خیلی سیاه و قلیزی تمامی فضای شهر رو برای مدتی پوشوند و مشکل خیلی شدید آلودگی هوا ایجاد کرد شهردار این شهر بران شد که تمام کارشناس ها رو جمع کنه که یه راه حلی پیدا کنه هزینه خیلی سنگینی دادن وقت خیلی زیادی گذاشتن که چیکار کنن این آلودگی این سموم که تو هوا هست و نمیذاره که نور بتابه نمیذاره خورشید و انسانها ببینن این حیات بر انسانها تابیده بشه یا اگه ح... حیات رفته تجدید حیات به وسیله اون خورشید به وسیله اون نور ساته بشه در نتیجه بعد از روزها تفکر و تحقیقات وسیع به این نتیجه رسن که هیچ راه حلی وجود نداره هیچ راه حلی هیچ راه حل انسانی که این گازهای سمی رو از این شهر دور کنه تا دوباره حیات به انسان ها ساته بشین فقط یک راه حل وجود داشت که انسانی نبود اونم بادی بود که بوزه بر این شهر و تمام این گازهای های سمی رو به دریا بریزه که انسان ها بتونن یک نفسی بکشن وقتی در کلام خدا میخونیم از در عهد عتیق هم به خصوص در یه بره از زمان خیلی نیاز بود که یه بادی بوزی یک زمان خیلی تاریکی وجود داشت در عهد عتیق که مذبح خدا آلوده شده بود هدایا همه آلوده بود پرستش آلوده بود حتی قربانی ها آلوده بود معبد خداوند آلوده بود و این آلودگی عدم حیات رو برای تمامی قوم خدا به وجود آورد نه فقط برای قوم خدا بلکه داشت این آلودگی زمین رو پر می کرد به طوری که خداوند اعلام کرد به خصوص در جایی که خیلی راحت میشه اینا رو خونده اشعیا باب یک که از پرستش شما متنفر هستم و دیگه نمیخوام هدایای باطل برای من بیاورید تمام بخورهایی که برای من میگذرانین مکروه من نمیتونم دیگه نمیتونم تحمل کنم گناه رو با محفل مقدس که انقدر با هم ادغام میکنید نمیتونم برای همین هرچی که دعا میکنین من اجابت نمیکنم گوشامو صفر گرفتم چون همه چیز آلوده است ولی آلودگی همچنان ادامه داشت تمام کارشناس های روحانی جمع شدن تمام سروران قوم جمع شدن شروع کردن با نبوت ها توبیخ ها نصیحت ها دعا شفاعت ها استقاسه ها برای این همه سمومی که حیات روحانی رو تضعیف کرده بود و کراهت خداوند رو برانگیخته بود هیچ راه حلی نبود تا یک روز شگفت یک اتفاق خیلی حیرت انگیز افتاد بادی وزید بادی شروع به وزیدن کرد بر اون همه فساد بر اون همه بیماری ها بر اون همه لعنت ها بر اون همه سردرگمی های روحانی بر اون همه عدم کفایت بر اون همه بیسمری، یک بادی وزید و تمامی این فرسودگی ها و گناهان رو به قر دریا انداخت کی بود؟ زمانی که عیسی مسیح خداوند مرد و قیام کرد آمین و در اون سبوت مبارکش به دست راست حضرت علا در قوت و اقتدار یک پادشاه زفرمند نشست یک پادشاهی که برای مدتی در کشورهای بیگانه دشمن اومده بود و همه چیز رو خل اصلاح کرده بود عزیزان تمام قلم روها و فرماندهان تاریکی رو خل اصلاح کرد و با شکوه و جلال یک شاهانه به مقر آسمانی خودش سعود کرد چقدر زیبا مزمور 24 این ت... به تصویر میکشه سعود ایسای مسیح که ما در آسانش هستیم ای دروازه ها ای درهای آسمان برافراشت شویم باز شیم تا پادشاه جلال داخل شود و ساکنان آسمان همه گفتن این پادشاه جلال کیه؟ این پادشاه جلال خداوند ماست که در جنگ ها پیروز شده آمین بادی وزید در اعمال باب دو آیه دو ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمامی آن خانه را و تمامی خانه که افراد با انتظاری مقدس نشسته بودند پر کرد تمامی آنجا را پر کرد عزیزان باد وزید. و هر آلودگی، هر لعنت، هر شرم، هر محکومیت، هر ناراستی، هر روح مذهب، هر ترس، هر شک، هر ضعف تمامی آنچه که عدم حیات بود و خدا ازش متنفر بود برداشت به دریای بخشش الهی پرتاب کرد. آمین. اینو تجربه کردی؟ انگار تو اون زمان حس میکنم نه تنها انسان ایزان نه تنها انسان حالش خوب شد بلکه خدا هم حالش خوب شد انگار تمامی زمین تمامی کائنات یک نفس عمیقی کشیدن آخش هللویا که ناگاه این حیات با پتروس و شاگردان برخورد کرد پتروس با قوت ایستاد با قوت قیام عیسی مسیح که روح القدس بر او اصابت کرده بود با یازده نفر دیگه با هم ایستادن روی پاهای خودشون که شاید قبلا میلرزید ولی با شجاعت و اقتدار روحانی ایستادن و خدای زنده و قیام کرده رو اعلام کردن موعظه کردن در اعمال رسولان باب دو آیه یک میگه که پس پیام پتروس را پذیرفتن و تعمید گرفتن در همان روز حدود سه هزار تن به دیشان پیوستن از این پاندمی حیات این ویروس الهی به سه هزار نفر دیگه منتقل شد و اونا ایمان آوردن که و میگه به اون یاز دوازده نفر پیوستن و بعد همینطور ادامه پیدا میکنه خیلی زیباست کتاب حیات کتاب روح القدس کتاب وزیدن باد که چطور هر مرده ای رو زنده میکنه چطور به هر نیستی حیات میبخشه در اعمال باب سه مردی رو میبینیم که لنگ مادرزاد از موقعی که به دنیا اومده و اصلا حیات نمیدونست چیه و عادت کرده بود عزیزان خیلی از ماها عادت میکنیم نیست به یه نون بخور و نمیر روحانی به یک آب باریکه این مرد توهی خالی سالها از بعد به تولدش با یه می میمی بردن میذاشتنش اونجا که فقط صدقه بگیره از افراد و پتروس و یوحنا که با قدرت روح خدا این دینامیت روحانی پر شده بودن از اونجا عبور کردن و شفا و سلامتی رو اون فقط دنبال یه صدقه بود ایزان دونین عادت کرده بود همین کافیه ای دیدین حال چطوره ای زنده ولی حیات وافر خداوند با او برخورد کرد عزیزان در یک لحظه حیات صد درصد حیات پاک حیات پرقدرت روح خدا که میگه ایسای پتروس به اون میگه در نام ایسای ناصری برخیز و بخرم در ساعت درس ها و پاهای مرد پاهای او قدرت گرفت چیکار کرد؟ فقط یه ذره شفا پیدا نکرد هفته پیش برای خواهری دعا میکردم پاش خیلی درد میکرد چقدر جون کردیم، دعا کردیم، شفاعت کردیم بعد چند روز سوال کردم عزیز جان، حالت چطوری گفت؟ یک کمی بهترم یه ذره. گفتیم اوکی بازم دعا میکنم دعا کم دوباره یه هفته دیگه چطوری عزیز شما؟ یه ذره بهترم چرا؟ چرا اگه حیات در کلیسای خداونده اینقدر باید به یه تنفس مصنوعی فقط شکل گذاری کنیم؟ لنگ مادرزاد میگه در آن پاهای او قوت گرفت برجسته به ایستاد حرامی و جست و خیز کنان خدا را همدگویان وارد همان هیکلی شد که مکروه خداوند بود عزیزان لنگ مادرزادی که حیات با او برخورد کرده بود هیچ امیدی نبود بر او هیچ آینده پیش روش نبود گذشته پر از خالی بودن و توهی بودن و عدم کفایت افراد تمام قوم خیره شده بودن به پتروس نزدیک بود یه زیارتگاه بسازن چون یادشون رفته بود تمام پیشگوییایی که کلام خدا کرده بود که روزی بادی خواهد وزید و حیات رو به استخانهای خوش که قوم منتقل خواهد کرد فکر کردن این دو نفر قدیسن خیره شدن پتروس که فهمید داره یه فاجعه رخ میده داره از جلال از خدا به انسان منتقل میشه گفتی مردان اسرائیلی چرا اینطور به ما زل زدین چطور انقدر به من خیره شدین مگه به تقوا و قدوسیت و خوبی منه که این مرد برخواسته و خرامان شده به تقوای ما نبود بلکه او در نام عیسی در قدرت نام ایسا که این مرد ایمان به این نام داشت بر جسته خرامان شد همون ایسایی که شما همان رئیس حیاتی همان سرچشمه حیاتی که شما کشتید اما خداوند آن رو برخیزانید هللویا هللویا شما سرچشمه حیات رو کشتید اما خدا او را از میان مردگان برخیزانی ما فقط شاهدان بر این امور هستیم آنچه که در مورد این مرد میبینید و میشناسید و اون چیزی که این مرد رو نیرو بخشید نام عیسی مسیح بود و قوت قیام عیسی مسیح خداوند شما رئیس حیات رو کشتید یک واژه پر از عظمت در این جمله پر از تفکر و تعمق که هر انسانی رو میشاید که نگاه کنه به این کلام و تفکر کنه چون داره میگه تمام کلام خدا میگه مسئله بر سر حیاته آمی حیات موضوع اصلی کلام خداست برای شیطان اصلا مهم نیست که ما چند تا عضو داریم برای شیطان اصلا مهم نیست که چه پروژه های عظیمی جو بیرون میدیم برای شیطان اصلا مهم نیست که چه برنامه های متنوعی داریم صبح تا شب میذاریم فقط برای شیطان مهمه و کافیه که کلیسا رو توهی از حیات ببینه برای شیطان فقط مهمه که رئیس حیات این سرچشمه حیات در کلیسا نخرامه تا کلیسا مثل خداوندش شکستناپذیر نباشه فقط برای شیطان این مهمه که کلیسا رو خالی از حیات ببینه انسانهایی که عادت کنه فقط میرن و میان پر از خشکی روحانی پر از عدم حیات فقط میرن و میان مثل یه هایی که روح در اونا نیست رگ و پی در اونا نیست عزیزان و دندان شکنترین جواب به رئیس موت که یکی از اسامی شیطانه دندان شکنترین جواب به شیطان رئیس موت و نیروهای اخلالگرش فقط حیاته آمین فقط حیاته و خبر خوشی نزدن که خدا دائما دنبال انسانه که این حیات رو به انسان منتقل کنه دائما از صبح پیدایش از صحنه آفرینش هستی باید بگم نیستی ظاهر شد و حیات رو منتقل کرد چون میدونه چون میدونه انسان هر لحظه ممکنه که خالی این سطل سوراخ شده خالی از حیات باشه خالی از زندگی باشه خالی بشه از عدم کفایت از ترس پر بشه خدا میدونه عزیزان خداست که در همون لحظه به سراغ انسان میاد خداست که وارد صحنه های زندگی ما میشه نیاز ما امروزی نه عزیزان نیاز ما بادی است که به وزه. به وصله روح خدا به سراغ ما بیاد چقدر زیبا مزمور 147 آیه فکر کنم 18 میگه باد خیش رو میوازاند پس نهر جاری میشود اول باد رو میوازانه نیست؟ تمام آلودگی ها رو میبره تا نهر خدا جاری بشه این خداست عزیزان این خداست خبر خوشینه عزیزان چیزی که من دارم هر روز یه سر سوزن بیشتر تجربه میکنم جاهایی که واقعا میتونم بگم بیشتر از خیلیاتون خیلی عدم حیات رو تو این چند روز تجربه کردم یه موقعهایی خودمو خودم رو اینطور میبینم مثل یه مادری که بارها اینطور شده نه یه بار نه دو بار خودش سردش میشه و میاد یه پولیور گرم تن بچهش میکنه نیست؟ هر موقع که چیزی رو به شما میگم خودم بیشتر از همه به اون احتیاج دارم یه موقع اون بچه اشتباه میکردم میدیدم بیچاره گرمشه در میابردم ولی خیلی موقع ها درست حدس میزدم و از خیلیاتون تو این مدت مثل خودم شنیدم که خوشگم که خالیم که سردم که هیچ چیزی ندارم از اون خبر خوش اینه که خدا حالش خوب میشه اگه من و تو حالمون خوب بشه خدا در اون موجودیت خودش در اون چیزی که در وجود خودشه نه به خاطر ترحم وقتی حالش خوب میشه وقتی حالش حال من و تو خوب میشه انگار باعث جلال نام او میشه هر دفعه به سراغ ما میاد اینجا که رسیدم یاد دکتر دندون پزشکم دکتر تیلا افتادم تقریبا 15-16 ساله به واسطه معرفی آلبرت اونجا میرم وقتی میرم دندون پزشکی خیلی سریع میخوام کارم را بیافته زود بیام بیرون اصلا خصوصیتا اینجوریم. از دکتر رفتم بیزارم وقتی هم میرم دوستم یه نسخه سرپایی زود بده بگه اوکی برو ولی این دکتر با همه فرق میکنه عزیزان میرم بهش میگم هیچ چیزی نیست و یه قسمت یه کوچولو اینجا درد میکنه بعد میبینم دو ساعت تو اون اتاق داشته کار میکرده روی دندونای افراد میگم خدا رو چه خسته اصلا یه جور سرتش هم میاره میره بعد میاد نگاه میکنه بعد میگه نه این خیلی کار داره شروع میکنه عزیزان دو ساعت یه چندتا آمپور تزریق میکنه بی هستی بعد شروع میکنه دو ساعت با یه صبوری رو این دندون کار میکنه بعد از اینکه تموم میشه یک لبخندی میزنه یک با یک <applause> عشقی به این دندونه نگاه میکنه که پرش کرده چی نگاه میکنه انگار به خودش یه چیزی اضافه شده خودش به کمار رسیده شغل خودش به کمار رسیده انگار خودش لذت برده اوست که به خاطر نام خودش جان منو بر میگردونه و به راه حیات منتقل میکنه به خاطر نام خودش آنچه که در ذات خودشه اون محبتی که در خودش میجوشه بارها و بارها مزمور 25 چقدر من از باطلاق محکومیت و تقصیر بیرون آورده آیه 25 فکر میکنم آیه 9 و 10 که داوود میگه به خاطر اون رحمت و احسان خودت من رو به یاد بیار و دوباره منو بیرون بیار از این وضعیت او به یاد میاره که خودش چقدر رحیمه چقدر پر از احسانه برای همین میتونه به یاد نهیاره گذشته ای ما رو همینجور که در عیسی مسیح گذشته ای ما رو باطل کرد عزیزان این خداست که خوب شدن ما حالش خوب میشه باور میکنی؟ این خداست به خاطر آنچه که در ذات خودشه اگه یه انسان اینجور انسان ها تجلی خود خدای پدر هستن روی زمین چطور ممکنه یه انسان اینجوری لذت ببره اینجور احساس پوری بکنه من فکر میکنم خدا اینجوریه نیست؟ و خدا اینطوره خدا به سراغ انسان میاد در حزقیال باب سی و هم میبینیم قوم خدا به جایی میرسه که هیچ حیاتی توشون نیست به نظر انسان دیگه اگه ما نگاه کنیم بابا خوبه داره میره میاد میره تو معبد خدمت انجام میده بخور میسوزونه قربانی میده ولی دوباره این چه خدای عجیبیه این چه خدای وفاداری از زن. واقعا فقط بعضی موقع به او فکر میکنم چطور به سراغ ما میاد چطور در این همه عدم کفایت در این همه بیحیاتی در این همه جایی که میبینید دیگه هیچی ازت باقی نمونده دوباره ما رو بالا میکشه میاد اونجا به سراغ انسان خدایی که با چشمای نافذش هیچ خلقتی از پیش چشمای آتشگونه اون مخفی نیست اون چیزی رو میبینه که حقیقتا هست میره به سراغ هزقیال در هزقیال باب سی هفت من همینطور خیلی گذرا اینو میخونم هزقیال میگه دست خداوند بر من فرود آمد مرا در روح برد توی وادی توی دشتی توی درهی توی جایی گفت پسر انسان، ای دختر انسان، چه میبینی؟ وادی که پر از استخانها بود عزیزان، چه میبینی؟ آیا ممکنه به حزقیال میگه؟ رحمت او داره به جوش میاد. آیا ممکنه حزقیال؟ این استخانها جون بگیرن؟ آیا ممکنه این استخانهایی که خالی حیاتن، سردن بی جون دیگه ندارن ادامه بدن پر از ناامیدین آیا ممکنه دوباره حیات بر اونا بیاد حزقیال مثل همون کارشناس های هواشناسی سرش انگار پایین میندازه من اینطور فکر میکنم پیش خودش میگه از انسان محاله هیچ راه حلی برای هیچ انسان از انسان بر نمیاد فقط ای خداوند تو میدانی ای یهوه خدا فقط تو میدانی چون تو نه فقط قادر مطلقی و که عالم مطلق هستی ای یهوه خدا عاشق این اسم چون خدایی نیست مثل یهوه یهوه احیا همون خدایی که عیسی مسیح در باب هشت یوحنا باب هشت آیه پنج و هفت خودشو معرفی میکنه پیش از اینکه ابراهیم بود من هستم من هستم من احیه هستم من یهوه هستم عزیزان یهوه خدا تو میدانی تو میدانی ای کلیسای آلفا اومگا امروز خدا از شما میپرسه ای فرزندان محبوب خدا ای خادمین خدای حی آیا ممکنه؟ آیا ممکنه که بادی به بر این کلیسا و دوباره در این زمانهای آخر از زن این همه سردی، خشکی روحانی این همه عدم حیات که در بعضی از ما به خوبی دیده میشه به حرارت تبدیل بشه به شور و هیجان جست و خیز اون مرد فلج تبدیل بشه آیا ممکنه آیا ممکنه؟ آیا ممکنه احیای مجدد دوباره در نه فقط کلیسای آلفا و اومگا در خیلی از کلیساهای حقیقی خداوند حی دوباره این باد بوزه و احیای مجدد روحانی در کلیساها به وجود بیاد و این انسانها مثل یک لشکری برای خداوند بیستن آیا ممکنه؟ آیا پنج که خداوندگار یهوه گفت به این استخانها گفت اینک من بر شما روح خودم را رو خواهم آورد زنده خواهید شد رگ و پی بر شما نهاده گوش بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید روح در را در شما خواهم نهاد زنده خواهید شد زنده خواهید شد آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم رگ و پی رگ چی عزیزان در اون مرد چی به وجود اومد چی نداشت رگ رگ جایی که خون درونه حیات درونه امروز ما میز اشای ربانی داریم نیست ایسای مسیح خداوند مرد و قیام کرد که با خون مبارکش به ما حیات ببخشه نه تنها دو هزار سال پیش و که یک سر سوزن از خون مبارک او امروز زنده و پر از حیاته که با هر مشتاقی برخورد کنه پر از حیات و زندگی بشه پی چیه از زرد پیچیه چیه مفصل ها رو یک رکای خیلی نازوکیه که مفصل رو به هم میچسبونه مردی که فلج بود رگ و ظرف نداشت نیست مفصل رو به هم وصل میکنه تا به لحاظ روحانی از نظر عصبی قوی بشه بتونه از مغز پیام بگیره و بتونه راه بره آمین؟, آمین. راه رفتن سمبول چیه؟ سمبل خدمته یه انسانی که با خدا راه میره و شروع میکنه به خدمت کردن با عشق و علاقه و اولین خدمتش پرستشی در روح و راستیه اینجا خداوند میگه رگ و پی بر شما خواهم نهاد فوس بر شما خواهم گذاشت شما زنده خواهید شد نه فقط یه خدمتی هرکه خدمتی که با اون جست و خیز و شور و اشتیاغیه که روح خدا بر شما نهاده. آیه هفت میگه پس به گونه ای که خداوند با به من گفت به گونه ای که فرمان یافتم از خداوند نبوت کردم چون نبوت می کردم صدای شندی که به ناگاه جنب جوشی واقع شد استخوان ها به یکدیگر پیوستن استخانی به استخوان خود و چون نگریستم اینک رگ و پی بر آنها بود گوش بر آنها بود عزیزان اما روحی بر آنها نبود چقدر این خدا عظیم و عجیبه چقدر با ما انسانها ها فرق داره گفتم خدا میاد که حیات به ما بده حیاتی وافرتر که آن را زیادتر حاصل کنیم نه یه ذره انگاه خدا دست از سر حزقیال بر نمیداره یه کانالی برگزیده که اعلام کن تا حیات وافر و این استخوانهای خوش شده بیاد امروز هم نیاز ما عزیزان بادی است که بوزه که نه فقط گناههای ما رو در عمق بخشش الهی بندازه نه فقط دست و پاهای خوش شده ما رو حیات بده تا برای اون جست و کنیم در ایمان در خدمت بلکه عزیزان کلیسایی که شاید پراکنده شده استخانها استخانهای خشک از هم جدا شده حیاتی نیست و عادت کردیم اونا رو به هم وصل کنه پس آیه نه، پس اون مرا گفت ای پسر انسان ای دختر انسان و روح نبوت کن نبوت کرده بگو خداوند یهوه خداوندگار یهوه چنین میفرماید ای روح ای روح خدا از بادهای چارگانه بوزید و بر این کشتگان بدمید تا زنده شوند پس چنان که مرا امر فرموده بود نبوت کردم و روح به آنها در آمده زنده شدن بر پاهای خودی ساده لشکری بی نهایت عظیم شدن هزان امروز هم خداوند دنبال هزقیال ها میگرده تا نبوتی رو که از خدا دریافت میکنه موافق با زربان قلب پدر و روی کلیسا اعلام کنه آمین ای باد ها از جاهای چارگانه نه فقط یکم بوزین و کلیساها بوزین ای روح خدا بوز چون نیاز کلیسا بادی است که بوزد بر کلیسای خداوند نه فقط بر کلیسا نمیدونم الان کجاها خشکی روحانی داری بر زندگی زن و شوید خشکه رابطه خشکه هیچ حیاتی نیست هیچ عشق و محبتی نیست فقط داریم نفس میکشیم فقط داریم ظاهر رو حفظ میکنیم نبوت کن و رابطه زن و شوی. ای پسر انسان ای دختر انسان همه ما خوانده شدیم که از روح خدا دریافت کنیم و نبوت کن به زینساتون خوشکه و از مالی خوشکه رابطه ها به هم خورده نبوت کن آینده خشک می‌بینی، هیچ آینده پیش رو نمیبینی بچه ها بلا تکلیفن مریضی و درد خشکی ناامیدی از هر سو اومده بیست ای پسر انسان ای دختر انسان نبوت کن ای باتا که فرمان او را اجابت میکنی بوزین و روی کلیسای آلفا اومگا و روی اعضای کلیسای آلفا اومگا خدایی که رحمت و محبت خود را به یاد میاره عزیزان خدایی که عاشق احسان نمودنه خدایی که حالش خوب میشه اگه منو تو حالمون خوب بشه فقط آیا روحی هست اینجا مثل حزقیال که برای خداوند بیسته و نبوت کنه آمین امروز نیاز ما بادی که بوزه نه تنها بر تمامی گناهانی که الان بهش عادت کردیم یا عادت هم نکردیم شاید درد میکشیم واقعا چقدر احساس تقصیر چقدر احساس محکومیت روی ما میاد نیاز ما امروز بادی که بوزه و این سفره مقدس امروز اینجاست عزیزان نیاز ما بادی است که بوزه و تمام گناه های ما رو به عمق دریای بخشش الهی بندازه امروز نیاز ما بادی است که بوزه و تفکرات جسم که موت تولید میکنه عزیزان در این زمانهای آمادگی هستیم برای پنتیکاست روز پرشکوه سعود عیسای مسیح نمیدونم چقدر در تعملات روحانی به سر میبریم چقدر درون خودمون خشکی ها رو میبینیم تفکرات جسم رو میبینیم امروز نیاز کلیساست بادی که بوزه بر تفکرات جسم که لنگان روحانی تولید میکنه اصلا عدم کفایت ها و نداری های ما رو تفکرات جسم گنده تر میکنه و خدای موجزاتو رو کچکتر میکنه و امروز نیازه که بادیست که با افکار ما بوزه تا خدا رو اون چور که هست ببینیم آمین؟, آمین خدای پر از رحمت خدای پر از احسان خدایی که به وصل پیام به سراغ تو اومده امروز نیاز ما بادیست که بوزه که روح این رئیس حیات این سرچشمه حیات با بدن مقدسش اصابت کنه عزیزان تا هر استخوان خشکیه پر از حیات و زندگی بشه خیلی جالبه اولش که وقتی حزقیال نبوت میکنه میگه استخوان های خشک کلام خدا رو بشنوین همین چیزی که مهناز جونم در مدیریتش گفت نیست کلام خدا رو بشنوین چون کلام خدا فقط یه آوای تو خالی نیست در خودش خاصیت الوهیت داره خاصیت آفریدن داره خاصیت خلق کردن داره و خدا عاشق آفریدنه عاشق دوباره خلق کردنه عاشق دائما آفریدنه چقدر مشتاق هستی؟ که نه فقط کلام خدا رو بشنوی بادی بوزه تا کلام خدا رو بشنوی زنده شی و روپاهای خودت بیستی و به نام عیسی مسیح خداوند این سرچشمه حیات کلیسه ها در این زمانهای آخر از اون پراکندگی از اون خشکی نجات پیدا کنن و مثل یک لشکری کنار هم برای خداوند سلام نظامی بدن و بیستن آمین داستان صلیب در دو جمله خلاصه میشه شما مصلوب کردین و خداوند برخیزانید و در پیرو او بادی وزید و نهری جاری شد آمین خودمون خودمونو ببندیم عزیزم هللویا ای خدای عالی ای خدای نزد خدای اومدیم که مثل ما انسان ها در بهترین شکلش ترحم نمیکنه به خاطر اینکه حال یکی بده به سراغش نمیره تا فقط حالش رو خوب کنه نزد خدای اومدیم که هر بار عاشق اینه که رحمت و انصاف رو به یاد بیاره احسان رو به یاد بیاره چون من و تو در وجود او هستیم یک پروژه هستیم در وجود او و هر وقت که ما حالمون خوب میشه ما سر حال میشیم ما پر از حیات میشیم ای خداوند تو پر از شادی و خنده و رضایت میشی خوشنودی میشی نزد این خدا اومدیم خدایی که از صبح پیدایش دنبال انسان بوده ای انسان تو کجایی؟ و به وصل انبیا، به وصل پاتشه ها، به وصل کاهنان دائما دنبال انسان بود که از این حیات سرشار خودش لبریز کنه نزد این خدا اومدیم که عاشق دوباره، دوباره، دوباره آفریدنه که از توی بودن، از خشکی، از تاریکی متنفره نزد این خدا اومدیم ای خداوند و ایمان داریم تو یهوه خدا هستی خدای نجات دهنده نه یک بار در عیسی مسیح نجات میدی بلکه تو سرچشمه نجاتی و امروز به وسیله این خون و بدن تو دوباره با ایمانی که تو میدی خداوند حتی خداوند من اعتراف میکنم که ایمانی ندارم اگر ایمانی گاهی رخ می نمایه فقط ایمانیه که از تو دوباره به من حسابت می کنه خب نزد این سرچشمه حیات بیایم دوباره از این چشمه نجات آب حیات بکشیم با ایمان از دعا می به کلیسات نگاه کنی دعا می کنم همینطور که جلو میام بادی رو بوزانی روح خدا بوز. ای کسایی هستن که پر شک و ناامیدی هستن این همه گفتیم دعا کردیم هیچ جوابی نیومد ای خداوند ای روح خدا بوز بر هر ناامیدی شک ترس فلچ های روحانی ای خداوند تا امروز زنده بشن امروز ما خداوند میخوایم اعلام کنیم خود من ای خداوند در این عشای ربانی شرکت میکنم نه به خاطر اینکه حیات دارم به ای خاطر اینکه نیازه نیازمند حیات تو هستم به خاطر اینکه خوشگم خداوند ای خداوند من امروز عشای ربانی شرکت میکنم نه به خاطر اینکه همه چیز رو فهمیدم از قوت قیام تو از رستاخیز تو از سود تو فقط چیزهای خوندم من امروز در ربانی شرکت میکنم تو بگم شرکت میکنم چون گیجم ای خداوند هنوز گیجم من در این اشهای ربانی شرکت میکنم نه چون لایقم ای خداوند چون همه لیاقت از آن توست من و ما در این ربانی شرکت میکنیم خداوند نه چون قویم ای چون خیلی ضعیفیم چون احتیاج داریم که باد روح القدس تو هر ذهنای ما بوزه بر قلب ما بر احساس ما هر عاطفه ما بر اون جاهایی که هنوز زخمه آسیبه ای خداوند مثل اون مرد فلجی که دیگه حتی انتظار نداشت که شفا بیابه فقط منتظر یه آب که بود مادر یه عشای ربانی در این سفره برکت در این سفره شفا شرکت میکنیم چون احتیاج به شفا داریم چون احتیاج داریم که تو به ما نگاه کنی چون احتیاج داریم که باد تو بوزه و این همه گاه نارومی ها عدم کفایت ها خالی بودن ها راضی کردن انسان ها ای خداوند امروز نیاز داریم نیاز داریم ای خداوند فقط اینو میتونیم بگیم و با ایمان و انتظاری مقدس به این میز اشا نزدیک میشیم چون در نام عیسی مسیح یهوه خدا که خدایی نیست مثل یهوه خدایی که میتونه امروز به یاد بیاره رحمت و احسان خودشو به خاطر اینکه به یاد میاره و میتونه به یاد نیاره که در این هفته ما چیکار کردیم چقدر تفکرات جسمانی داشتیم تا باطل کنه آن چیزی که در ما نبوده و مورد خوشنودی تو نبوده با این ایمان و انتظار به این سفره مقدس نزدیک میشیم چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و کلیسای مجید و مبارک و عزیز و محبوب خداوند بگه آمین